با سلام و درود خدمت دوستان و همراهان گرامی، یه دونه مینی فریز دسته بلند DCA مدل 125B داریم. مشکل این دستگاه این بوده که آرمیچورش سوخته بوده و دو تا از کلکتوراش در اومده بوده و گیر کرده بوده به این قسمت انتهای پوسته. و البته تصور من این بوده که این دستگاهی که آورده بودن این بوده که این چون قفل بوده، تصورم این بود که این دستگاه از قسمت گیری بوکس مشکل داشته که باز کردم و دیدم نیستش. خب مراحل، البته از مراحل باز کردنش هم من ویدیو داشتم، نحوه ایبیابی این خب. ولی خب چون آرمیچر اینو من فرستادم برای سیم پیچ تا بره برگرده، تو این پروسه زمانی که طی شد این ویدیو هم از گوشیم پاک شد. حالا من میخوام اینو مونتاژ کنم. خوب بود که حالا اون ویدیو رو داشتیم و در ابتدای این ویدیو میذاشتیم، ولی خب نیست. میخوایم اینو مونتاژ کنیم. ببینید در مونتاژ کردن ها، وقتی ما یک فرزی رو میخوایم مونتاژ کنیم، چون اینا دور بالایی دارن، قبل از مونتاژ کردن حتما باید به چند نکته توجه داشته باشیم. نکته اول مربوط میشه به بولبینگ های اون دستگاه. حتما باید بولبینگ های این دستگاه رو ما چک کنیم از نظر سالم بودن. و مسئله بعدی، مخصوصا در چه مواردی که چه مشکلی پیش میاد، چون این کلکتورش که در واقع در اومده بوده، این باعث میشده که دمای بالایی تو این قسمت ما داشته باشیم و همین دمای بالا میتونه هم باعث خرابی بولبرینگ بشه و هم باعث خرابی قسمت ته بولبرینگ بشه. لازمه قبل از اینکه ما مونتاژ کنیم اینو، بولبرینگ اینو بندازیم این قسمت و فشار بدیم ببینیم اینجا خوب قرار میگیره. بولبرینگ که جا میزنیم این نباید تکون بخوره، در اثر ضرباتی که ما میزنیم این نباید در بیاد. اگر با چنین ضربات این در اومد، این نشون میده که لاستیک تای این بولبرینگ یا قسمت این انتهایی اون بولبرینگ خراب شده، حتما باید یا لاستیک تایش عوض کنیم یا اینکه یه فکری برای اون قسمت انتهایش بکنیم. خب این قسمت تایش سالمه، ما این بولبرینگ در میاریم. و اما قبل از اینکه ما بولبینگ ها رو جا بزنیم، این بولبینگ ها رو باید تستش کنیم. راه تست بولبینگ ها اینه که ما این بولبینگ ها رو میگیریم، به این صورت بازی میکنیم باش چپ و راست. این نباید لقی داشته باشه و اینکه حرکت دادیم در موقعی که داریم اینا رو میچرخونیم نباید این صدا بده. خب این تقریبا خوبه و بهتره قبل از اینکه ما اینو سر جاش بزنیم، بهتره این قسمت پوستشون رو باز کنیم اگر از این مدل هستش. این مدل دیگه اونایی که قسمت پوستشون پوسته محافظه این قسمتش فلزی، اینا رو دیگه نمیشه. اینا یه راه دیگه داره، اونم در ادامه میگم چطوری اونا رو گریسکاری کنیم با یه همچین وسیله‌ای که حالا ما با سوزن درست کردیم. حتی آمادش هم هستش توی بازار، اینم که با پیشکوشی درست کردیم، دوستان پرسیده بودن، اینم آمادش هست. ببین اینا خارباسکن هستن، خیلی کمک میکنه توی جا زدن این گوشوارهای بالشتک، در آوردن این قطعات قسمت‌های داخلی. شما میتونید اگه همچین پیشگوشتی دارید اینو حرارت بدید، وقتی خم کردید اینو داخل آب یا روغن کنید که اینو سفتش کنید که نشکنه. خب ما اینو در میاریم. یه مقدار گریسه نسوز، اینجا بهتر حتما گریس نسوز استفاده کنیم. برای بولبرینگ ها گریس نسوز خیلی بهتره، اما برای قسمت گیر بوکسش دیگه نیازی به استفاده از گریس نسوز نیست. حتما بهتره از گریس های پایه دو استفاده کنیم و لیتیومی هم باشه، پایه لیتیوم. و اینم باز به همین طور، حتی قبلش چک میکنیم لقی نداره، حرکتش هم خوبه. خب اما بولبرینگ هایی که محافظه فلزی دارن، برای اینکه ما اینا رو بتونیم گریس کاری کنیم، یه مقدار اینجوری گریس میزنیم اینجا این لبه هاشون، بعد میایم اینو با انگشت به این صورت فشار میدیم.
اونقدر این کار تکرار میکنی تا گریز از این درس ها نفوذ کنه به قسمت داخلی این بولبرینگ و بولبرینگ رو گریز کاری کنه. برای مونتاژ اول همیشه از بالشتک شروع میکنی. البته نیازی نبود اینا رو شما در بیارید، ولی من خب در آوردم بالشتک رو تست کنم، چون آرمیچر سوخته بود لازم بود که بالشتک هم بررسی بشه. روش تست بالشتک هم توی ویدیوی جدا توی کانالمون هستش. بالشتک رو تست کردم و چون این قسمتش یه مقدار ذوب شدگی داشت، اینا رو حتما بررسی کردم که مشکلی براشون پیش نیومده باشه. و حالا برای انداختن بالشتک سر جاش، ببین ما دو تا گوشواره داریم، باید توجه کنیم دو تا گوشواره همون بیفته سر دو طرف جای زغال. و حالا اینجا یه سری سیمی داریم و یه نویزگیر، این باید طوری بندازیم که موقعی که میندازیم وقتی این سیم رد میشه، موقعی که دستگاه کار میکنه به آرمیچر این گیر نکنه. دو تا جای سوراخ پیش داره که تنظیم میکنیم که اگه به این صورت باشه این سیم میفته اینور، پس لازمه سیم از این قسمت خروجی بره بیرون. اینو میندازیم و برای اینکه اونو بکشیم بیرون به کمک همین خارباز کن یا قطعات که ابزارهایی که خودمون درست کردیم، این سیما رو میکشیم بیرون. از اینجا این سیما رو میکشیم بیرون و تقریبا اینا رو توی جای پیچاشون تنظیم میکنیم که مستقیم بره پایین. خب حالا باید این گوشواره ها رو جا بزنیم. در واقع سخت ترین قسمت این در واقع تعمیر فرز ها جا زدن این گوشواره ها هستش. یه مقدار باید دقت بیشتری به خرج بدیم. بهتر از دو تا پیچکشتی استفاده کنیم برای جا زدن این. اونایی که از این بغل راه میده خب خیلی راحت تر میشه اینا رو جا زد. ما یه سری هستن از این بغل دیگه راه نمیده، اونا خیلی سخته، باید از قسمت بالا اینا رو جا بزنیم. هرچند من جلوی دوربین هستم مسلط نیستم اون قسمت رو ببینم، ولی خب شما که دیگه دارید تعمیر میکنید جا زدنش به این سختی ها هم که نیست که من دارم اینجا اینو جا میزنیم. به این صورت میذاریم، دقیقا روش تنظیم میکنیم و از دو طرف با پیچکشت این لبه هاشو فشار میدیم و اینو جا میزنیم. باز اینم باز به همین روال. یکی از این و یکی هم از این. و خیلی راحت اینا جا. بعد از اینکه جا زدیم حتما ببین به این نکته باید توجه داشته باشین، حتما باید کنترل کنیم ببینیم سیمی چیزی این قسمت بیرون زدگی نداشته باشه. موقعی که آرمیچر داره کار میکنه به آرمیچر گیر کنه و باعث اتصالی یا سوختن آرمیچر یا بالشتک بشه. دو تا پیچ داره، این دو تا پیچ هم بیاریم پیچ کنیم. در مورد پیچ کردم با دستگاه شارژی هم که گفتم توی ویدئوی قبل، همیشه اینا روی حالت تورکمت تنظیم کنید که سر پیچ‌ها رو خراب نکنه براتون. همیشه توجه داشته باشید بعد از اینکه بالشتک رو جا زدید این بادگیر رو حتما نصب کنید، چون خیلی مواقع پیش میاد من خودم کار میکنم بعد این بادگیر یادم میره و دستگاه رو که میبندم میبینم این بادگیر اضافه اومده و این بادگیر حتما باید باشه، چون وجود این باعث میشه که اگه نباشه هوا خوب صورت نمیگیره، هوایی که از این قسمت میکشه باید بیاد این بالشتک رو خنک کنه، که این نباشه این عملیات خنک کاری خوب انجام نمیشه. این حتما باید توجه داشته باشید. خب خیلی دیدم خیلی اینا نمیندازن، ولی این کار اشتباهیه. خب بریم برای مونتاژ گیر بوکس اینجا بمونه. دو تا واشر اینجا داریم، دو تا واشر رو بزنیم.
قبل از اینکه ولورینگ رو بزنیم، واشرهای ضد سایش هستش. بولبرینگ، حتی این بولبرینگ ما قبل از اینکه جا بزنیم، دور این بولبرینگ همچین اورینگی واشری داره که باید به این صورت اینجا قرار بگیره. خب این ورشم باز یه همچین واشری داریم به این شکل، باز یه مقدار گریس میزنیم و اینو این پشت قرار میدیم. خب برای بستن این محافظ بولبرینگ این قسمت، اول باید اینو اینجا ما تنظیم کنیم. سه تا پیچ داره، از این ور باید بندازیم پیچه رو که به این صورت بیاد اینجا. نباید اول کامل اینا رو سفت کنیم، باید اول هر ستا رو ببندیم خوب سر جاشون که افتادن، بعد اقدام به سفت کردنش بکنیم. بعد بیایم اینو سفتش کنیم. خب حالا ما باید آرمیچه رو نصب کنیم. آرمیچه رو میندازیم، این واشر هم که قبلا انداخته بودیم. حالا ما باید بیایم دنده پینیون رو اول رد کنیم. چند تا ضربه کوچیک میزنیم که این بیا جلوتر که بتونیم مهره را اینجا جا بندازیم. مهره یه دور هم به چرخه کافیه تا اینجا خوب نچرخیده، گیر نداره. الان افتاد. یه مقدار ببینید اینجا سخته، الان آچاره نمیره اینجا. توی باز کردنش هم ما این مشکل رو داشتیم. خب حالا آچاری که قفل کردیم، شروع میکنیم به سفت کردن این آرمیچه. وقتی اینجوری سفت کنیم، خود مهر خود به خود سفت میشه. خب چند تا ضربه هم میزنیم تو که داریم سفت میکنیم. خب ادامه شه باید ببندیم بگیره. اینجا اینا میبندیم بگیره و ما اینا سفت کنم. من اینا سفتش کنم، این قسمت رو باید ببندم بگیره و اینو من باید آروم آروم سفتش کنم. ما اینو سفت کردیم، فقط به این نکته هم حتما توجه داشته باشید، این مهره رو حتما سفت کنید، چون اگه سفت نکنید در اثر کار کرد ممکنه باز بشه و شل بشه بیفته اینجا. بولبرینگ که ته هم جا میزنیم. یه مقدارم گریس دور بولبرینگ میزنیم. حالا ما میخواییم اینو تنظیم کنیم، باید به این قسمتش توجه کنیم، قسمت های ورودی هوا و خروجی هوا.
و نکته مسئله بعدی مسئله برش. اکثر ما وقتی اینو میذاریم اینجا به این صورت باید باشه، کلید باید توی این دستون باشه و دسته به این صورت، و موقع که میخواد سنگ برش بده این باید به این سمت بچرخه. بعد از اینکه جا زدیم آرمیچه رو باید بچرخونیم، خیلی باید روون بچرخه و گیر نداشته باشه، به این نکته هم حتما توجه داشته باشه. خب 4 تا پیچ دارین، 4 تا پیچ رو ببندیم. بازم پیچ ها رو به صورت کامل نمیبندیم، اول پیچ ها رو یه مقدار می‌بندیم، بعدها که هر 4 تا بسته شد بعد سفت کردنش هم به صورت زب داریم. فقط دوستان من یه چیزی رو در حین مونتاژ می‌خواستم اشاره کنم، یادم رفت الان یادم افتاد. یه نمدی پشت این بولبرینگ هستش، بین بولبرینگ و اون محافظی که بسته میشه، این نداشت. خب من خودم خواستم با اسفنج چیز درست کنم بذارم، یادم رفت، چون قبل از اینکه من اینو مونتاژ کنم نقشه انفجاریشو نگاه کرده بودم. همیشه شما حالا اگه زیاد باز کردید که هیچ، ولی اگر یک دستگاهی رو به صورت کامل قرار اوراقش کنید، سعی کنید نقشه انفجاریشو نگاه کنید که اون نمده رو نداشت. شما حتما اگه اینو میخواید مونتاژ کنید، اگه یه موقعی در حین تعمیر اون نمدش گم شده بود، شما میتونید یه تیکه اسفنج چیزی ببرید بذارید به جای اون نمد، که به این نکته هم حتما توجه داشته باشین، چون اون نمده باعث میشه که گریس این قسمت نفوذ نکنه به قسمت گیربکس، به قسمت موتور این دستگاه. اونو حتما سعی کنید بذارید اگر نداشت. خب بریم زغالاش هم جا بزنیم. ما زغالای اصلی هم گرفتیم برای اصولا. ببینید وقتی شما میخواید آرمیچه یا بالشتک عوض کنید، بهتره زغالای اصلی یا زغالای با کیفیت استفاده کنید. درب زغالاش هم تعویض کنیم. درب زغالاش یه مقدار تهشون خراب شده، اینا خراب شده، یه مقدار باز کردنش سخته. حالا ما گفتیم دربش هم عوض کنیم. حالا باید قبل از اینکه دست سره ببندیم باید اینو ما تست کنیم. برای تست میایم از این سیم تستمون استفاده میکنیم. یه سیمی داریم که دو طرفش دو تا گیره سوسماری وصله، به این صورت میزنیم دو طرف این سیم ورودی فرز. یه لامپ تست میاریم و اول میزنیم روی لامپ تست. خب کار میکنه، با یه دست فرز نگه میداریم و حواسمون هم باشه که این دوتا به هم نخوره. الان میخواییم به برق 220 بزنیم، کار میکنه، ولی لازمه از نظر جرقه هم بررسی بشه ببینیم جرقه داره یا نه. به این صورت این جرقش خیلی کمه، ضعیفه، طبیعیه چون زغالا نوع کامل روی کلکتور ننشسته. برای رفع جرقه ما میتونیم هم از روغن سنباده استفاده کنیم، میتونیم از گریس استفاده کنیم، هم میتونیم از روغن لحیم استفاده کنیم. یه مقدار نیا کنید این زغال اینقدرش روی کلکتور نشسته، این اگه کار کنه کامل بشینه این جرقش رفع میشه. یه مقدار روغن لحیم، یا حالا یکی رو من روغن لحیم میزنم،
اون یکی رو میام روغن سنباده میزنم. اینا رو من جا بزنم، این یکی زغالم روغن سنباده بزنم جا بزنم، دوباره تست کنم این جرقه ریزی که داره اینم رفت بشه. و دیدید که با چند بار روغن زدن به این کلکتور این ما تونستیم جرقه این از بین ببریم و اصولا هم باید از بین بره. وقتی شما زغال تازه میندازید رو کلکتور تا این یه مقدار بخواد جا بیفته کلکتور طول میکشه و از طرفی هم که چون کلکتورش هم نو است زغالش هم نو است این یه مقدار طول میکشه تا اون جرقهش رفع بشه و جرقه هم که گفتیم میتونیم به کمک روغن سنباده، روغن لحیم یا گریس بزنیم روی کلکتور یه مدت کار کنه و اون جرقه رفع میشه و اینجا هم دیدی که رفع شد. یه جرقه ریزی داره که اون طبیعی هستش، اون جرقه محسوب نمیشه. خب بریم کلیدش هم دسته و کلید اینا رو هم ببندیم و بعد بیاریم برای تنظیم گریز. خب کلید رو بستیم، برای بستن این حتما باید بعد از اینکه اینو جمع کردیم این قسمت در پوش دسته رو بذاریم و پیچه را 4 تا پیچ داریم که از اینجا بسته میشه. این 4 تا پیچ اول ببندیم به این صورت، یه مقدار صافتار فرق میکنه. یه دانه این برداریم این ببندیم. چهار تا پیچ، دو تا دیگه اینجا داریم و این پیچه رو ببندیم برای بریم برای تست گریسش. خب حالا میخواییم بریم تست گریس رو انجام بدیم. دستگاه رو به برق میزنیم. خب یه مقدار گریس اول میزنیم. طوریه که این منافذ کامل پر بشه. خب زیاد شد، برمیداریم. این قسمت رویه رو، دنده ها رو کامل میذاریم اینجا و با دست فشار میدیم. بعد بر میداریم. نگاه کن این گریس زیاد، گریسی که ما زدیم الان اینو بر میدارم بهتون میگم چطور تنظیم کنیم. دوباره میذاریم. یه مقدار کمه. ببینید اینجا نمیبینید فضای خالیه، اینا باید پر بشن. اینا پر بشن این نشون میده که گریسش کامله. البته یه مقداری رفته اینور. دوباره میزنم. الان گریسش خوبه، ببینیم نه فضای خالی هست نه گریس از این ورا نفوذ کرده به سمت بالا. دقیقا همین موقعی که میخوای گریس تست کنید باید دقیقا ساختار همین اینجا شکل بگیره. میتونیم بغلاش هم برداریم. روان داره میچرخه و یه واشری هم داریم، برای واشر رو باید بذاریم و در پوش رو بذاریم و پیچاش رو ببندیم.
4 تا پیچ داریم، این 4 تا پیچ رو ببندیم تموم. کار مونتاژمون تموم شد. یه دونه محافظ صفحه داریم که به این صورت باید جا بزنیم و پیچش رو ببندیم.